با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. در این برنامه نخست به مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان میپردازیم و گفتگویی داریم در این زمینه با دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن. در ادامه به برهان سیاسی در یمن میپردازیم، نگاهی داریم به حملات اخیر اسرائیل به بلندی های جولان که طی آن جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه از فرماندهان پیشین حزب الله در آن کشته شد. با ما همراه باشید. بامداد جمعه منابع خبری از مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان خبر دادند. او پس از یک دهه حکومت در بیمارستانی در ریاض جان باخت و با مرگش برادر او امیر سلمان ولیعهد 79 ساله عربستان پادشاه کشور شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با انتشار پیامی درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی را به دولت و ملت عربستان و خاندان آل سعود تسلیت گفت. قرار است محمد جواد ظریف به نمایندگی از ایران در مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله شرکت کند. گزارش‌های منابع خبری عربی حاکی است که ملک عبدالله پادشاه عربستان بامداد روز جمعه 3 بهمن در سن 90 سالگی درگذشت. امیر سلمان ولیعهد عربستان با اعلام این خبر گفته است که ملک عبدالله در بیمارستانی در ریاض درگذشته است. به گزارش رسانه‌های عربستان امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. تلویزیون دولتی عربستان در ساعات اولیه بامداد جمعه پخش برنامه‌های عادی خود را قطع و اقدام به پخش قرآن کرد. پادشاه عربستان روز 31 دسامبر در بیمارستان بستری شد و بعد نتایج آزمایشات پزشکی مشخص کرد که به ذات‌الریه مبتلا شده است. ملک عبدالله که متولد سال 1924 بود در سال 2005 پادشاه عربستان شد و در طول 10 سال میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی عربستان را صرف مدرنیزاسیون سیستم آموزشی این کشور کرد و آغازگر گزایش‌های اقتصادی چشمگیری در این کشور شد. در دوران حکومت او عربستان به سازمان تجارت جهانی پیوست. وی به عنوان یک رفورمیست تحولات مهمی را باعث شد که از آن جمله میتوان به برپایی دانشگاه مختلط، گزینش زنان در مجلس شورای سعودی و دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به آنها در شوراهای شهر و روستا، اعزام 250 هزار پسر و دختر سعودی برای تحصیلات تخصص به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کانادا و چند کشور دیگر، اجرای طرح موفق خانه‌سازی برای طبقات کمدرآمد، پاک کردن قروض مردم کمدرآمد به بانک‌ها، برقراری سیستم بیمه بیکاری، بهداشت همگیر مجانی، بهبودی بخشیدن به اوضاع کارگران خارجی مقیم عربستان و بازسازی حرم مکی و مزار پیامبر اسلام در مدینه در سطح داخلی و کمک به آشتی و مصالحه بین کشورهای عربی و اسلامی و اتخاذ مواضع قاطع در برابر اسرائیل و ایالات متحده در سطح بین المللی اشاره کرد. پادشاه جدید سعودی نیم ساعت پس از درگذشت ملک عبدالله به تخت نشست و بلافاصله اعضای شورای بیعت متشکل از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز مؤسس دولت سعودی با او بیعت کردند. پسر 25 ملک عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار پادشاه سعودی است. او از چند سال پیش دبیر و رئیس شورای خاندان حاکم است. در 18 ژوئیه 2012 پس از درگذشت شاهزاده نایف بن عبدالعزیز با او به عنوان ولیعهد سعودی بیعت شده بود. در نوامبر 2011 او به عنوان وزیر دفاع پادشاهی سعودی انتخاب شد. پیش از آن از سال 1954 به مدت بیش از 50 سال امیر منطقه ریاض بود. همزمان شورای بیعت با امیر مقرن بن عبدالعزیز که سال گذشته به مقام ولی ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر انتخاب شده بود به عنوان معاون اول نخست وزیر و ولی ولیعهد انتخاب شد.
او که پیش از این امیر مدینه و رئیس سازمان اطلاعات سعودی بوده است، سابقه خلبانی در ارتش را دارد و تحصیل کرده آمریکاست. پادشاه جدید امیر محمد بن نایف را نیز به عنوان ولی ولیعهد برگزید و ریاست دفتر خود را به فرزندش محمد بن سلمان که به مقام وزیر دفاع انتخاب شده واگذار کرد. ساعتی پس از اعلام خبر درگذشت ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند و متحدان غربی ریاض نقشش را ستوده و از او به احترام یاد کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، ساعتی پس از اعلام خبر درگذشت ملک عبدالله، او را رهبری رک توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز گفته است هیئت آمریکایی برای ادای احترام به پادشاه درگذشته را رهبری خواهد کرد. جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، نیز پادشاه درگذشته عربستان را دوست و شریکی عزیز خطاب کرده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دیگر هم پیمان نزدیک غرب به ریاض، گفته از شنیدن این خبر شدیداً اندوهگین شده است. او ابراز امیدواری کرده است که روابط عمیق و طولانی مدت دو کشور همچنان ادامه پیدا کند. ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، در صفحه توییتر خود ملک عبدالله را صدایی مهم توصیف کرده است که بر کشور خود تأثیر عمیق گذاشته است. بیانیه از سوی دولت فرانسه در ستایش از نقش ملک عبدالله منتشر شده است. عبدالفتاح سیسی و ملک عبدالله، رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن، سفر خود به نشست جهانی اقتصاد در داووس را برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه عربستان سعودی نیمه کاره گذاشتند. قرار است مراسم تشییع پیکر ملک عبدالله روز جمعه در ریاض انجام شود. در این زمینه همکارم گفتگوی انجام داده با دکتر علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. سلام به شما، خوش آمدید به بخش خبر. درود به شما. همونطور که در جریان هستید، بامداد جمعه ملک عبدالله درگذشتند. من می‌خواستم قدری از کارنامه سیاسی ایشون، سابقه فعالیت‌هاشون برای ما بگیم. ملک عبدالله معروف بود در عربستان سعودی به عنوان آدمی که دلبستگی بسیاری به سنت و به صحرا و به اون زندگی داشت که در واقع مدرنیته، مدرنیزم داره از بین میبردش. مزرعه‌ای داشت بیرون ریاض، هر وقت فرصتی پیدا میکرد میرفت تو مزرعهش و جمعه ها اونجا بود، پنجشنبه ها اونجا بود، به سواری و تیراندازی و اون زندگی شکار با باز و از این کارا میپرداخت. آدم ساده‌ای بود، با مردم خیلی نزدیک بود، محبوب ترین پادشاه سعودی بعد از ملک فیصل بود و تو این 10 سالی که پادشاه بود اقدامات اساسی کرد. یعنی 20 دانشگاه درست کرد در عرض همین 10 سال، دانشگاه مختلط درست کرد، دختر پسر در کنار هم، به زنها حق رأی داد، حق انتخاب شدن و رأی دادن در انجمنهای شهر و روستا، در شورای سعودی، شورای مشورتی 30 کرسی رو برای زنها گذاشت و در کلن در عربستان بسیار آدم محبوبی بود. سال 2 سال قبلم که اومد قرضای آدمای مستحق رو بخشید به بانک ها و بیمه بیکاری برقرار کرد و خیلی از این کارهایی که به هر حال در نوع خودش با معیارهای عربستان یه رفرمیست به معنای واقعی بود. در سطح روابط خارجیش هم آدم معتدلی بود، دوراندیش بود، هیچ وقت انفعالی عمل نمیکرد. یادم از تنها باری که انفعالی عمل کرد در کنفرانس سران عرب بود، معمر القذافی حرف بدی زد، گفت شما همتون تو دامن آمریکایید و به قدری عصبانی شد که از این ور داد زد تو نوکر آمریکایی، تو دامن اونا بودی، شما همتون وابسته هستید. ولی در بقیه مواقع خیلی آرام و متین صحبت. به انجام اصلاحات اشاره کردید. به نظر شما آیا دوران پس از آقای عبدالله هم اصلاحات ادامه دار خواهد بود؟ بله، ببینید تمام اون ترکیب سر جاشه. وزرا رو هیچ کدوم تغییر ندادن جز وزیر دفاع که امیر محمد فرزند امیر سلمان اومد جای پدر رو گرفت، چون امیر سلمان شد پادشاه، مقامش رو داد به پسرش و در مجموع تغییراتی صورت نگرفته. امیر مقرن که الان ولیعهده و قبلا ولیعهد دوم بود،
اون نقش خیلی اساسی داره. یه آدمی در امریکا درس خونده، خلبان بوده، آدم خیلی روشنفکریه و میگویند در کنار ملک عبدالله اون نقش خیلی اساسی داشت. به همین دلیل پادشاه فکر کرد بعد از خودش ولیعهدی او رو تثبیت کنه و به این ترتیب در واقع او ولیعهد شد. و جالب اینه که بعد از اون سلمان اومد نسل سوم رو آورد، یعنی دیگه یکی از برادران نشد ولیعهد ولیعهد، بلکه امیر محمد وزیر کشور که پسر نایفه اون شد ولیعهد ولیعهد، یعنی وقتی مقرن شاه میشه او میشه ولیعهد. یکی از عمده ترین نگرانی های آقای عبدالله بحث امنیت و ثبات منطقه بود که بارها توی واکنش های مختلفی نسبت به ناآرامی ها و بی‌ثباتی ها توی منطقه نشون داده بود. به نظر شما آیا مرگ آقای عبدالله منجر به بی‌ثباتی یا عدم امنیت در منطقه خواهد شد، یا به گسترش رفتارهای رادیکالیسم و یا گروه های تندرو در منطقه دامن خواهد زد؟ نه، تصور نمی کنم. ببینید، سلمان هم تو همون خط فکری و ملک سلمان 50 سال امیر ریاض بود. پایه های این فاندیمنتالیسم و افرادگرایی از همون ریاض شروع شد و او به شدت باش مبارزه کرد. آدم روشنیه و فرزندان تحصیل کرده خیلی خوبی داره. یکی از فرزندانش همون فضانوردی است که با فضانوردان آمریکایی رفت به فضا و کلن در اطرافش شایعات راجع به فساد و این حرفا نیست، خیلی کلینه مثل خود عبدالله. اینه که به نظر من مردم استقبال کردن، یعنی همین واکنش های چند ساعت گذشته نشون میده، در اینی که فقدان عبدالله براشون خیلی سنگینه. با یک از نظر سیاسی مرد وزن بزرگی بود، دیدیم که اوباما راجبش چه گفت، و بنابراین میخوام بگم فقدان اون خیلی سنگینه. ولی خیلی سریع اینا تونستن با اون نظمی که وجود داره، نیم ساعت بعد جانشین شورای بیعت باش بیعت کرد، بعد با ولیعهد، و خیلی همه چیز سموت آروم صورت گرفت، انجام شد. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حال حاضر وجود داره، به هر حال ایران و عربستان دو کشور مهم منطقه هستند. بحث روابط این دو کشور پس از مرگ عبدالله، با توجه به اینکه رابطه تهران و ریاض همواره افت و خیزهایی داشته، به خصوص بعد از دوران احمدی نژاد که این رابطه مقدار به سر دیگرایید، به نظر شما آیا چشم‌انداز به سمت و سوی مثبت‌تر شدن رابطه میان تهران و ریاض وجود داره؟ عبدالله، ملک عبدالله در واقع کسی بود که پایه‌گذار روابط جدید ایران و سعودی شد. سفرش به تهران در جریان کنفرانس سران اسلامی خیلی خاطره گذاشت. نیمه شب قصد شمران کرد، گفت دارم میخواد برف رو ببینم، و براش ترتیب دادن تو کوه کلکشار رفت و یک ساعتی اونجا قدم زد، برف رو دید. یه روز منزل آقای رفسنجانی موند اصلا تمام وقت. اینه که رابطهش با رفسنجانی، با خاتمی، رو سعی کرد با احمدی نژاد هم این رابطه رو داشته باشه، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه ای بود و ایشون قصد کمک رساندن به شیعه های منطقه شرقی داشت. و همین مسئله مداخله در سوریه، در عراق، در بحرین روابط رو به هم زد. تصور میکنم الانم دولت سعودی در واقع علاقمند روابطش با تهران بهبود ببخشه و حتی دعوت کردن از وزیر خارجه. و میدونم همین روزا شما خودتون در خبر اشاره کردید که اشتباه کرد وزیر خارجه، دعوت رو نپذیرفت. الان فکر میکنم برای تشییع جنازه ملک عبدالله فرصت طلایی در اختیار تهرانه. اگر خود آقای روحانی بره، این به منزله یک نقطه عطف عجیب، ولی حتی اگر آقای ظریف هم بره میتواند خیلی تاثیرگذار باشه. بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بحران در یمن همچنان ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور این کشور، در پی درخواست حوثی‌ها برای واگذاری امتیازات بیشتر به این گروه، درخواست استعفای خود را به پارلمان کشور ارائه کرد. پارلمان یمن استعفای وی را نپذیرفته است. رئیس جمهوری یمن تحت فشار شورشیان شیعه حوثی که پایتخت کشور را از سپتامبر سال گذشته تصرف کرده اند استعفا داد. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که پارلمان یمن استعفای وی را نپذیرفته است. یک مقام یمنی به این خبرگزاری گفت رئیس پارلمان از عدم پذیرش استعفای رئیس جمهوری خبر داده و گفته است روز جمعه مجلس این کشور نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد.
در همین حال یکی از رهبران ارشد گروه حوثی با استقبال از استعفای منصور هادی خواستار تشکیل شورای ریاست جمهوری شد که در آن علاوه بر نماینده این گروه افرادی از ارتش و برخی از احزاب سیاسی نیز حضور داشته باشند. ابوالملک یوسف الفیشی از رهبران برجسته انصارالله در پیامی توییتری گفته است یمن در حال گذار به سوی امنیت، ثبات، آسایش و پیشرفت است. وی استعفای منصور هادی را خبر خوبی برای همه یمنی ها دانسته است. گزارش دیگری حاکی است که 4 استان در جنوب یمن اعلام کردند از این پس از صنعا دستور نمی گیرند. چندین مقام رسمی یمن که نخواستند نامی از آنها برده شود، در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتند که کابینه خالد بهاه نخست وزیر کشور استعفای خود را روز 5 شنبه اعلام کرده است. استعفای دولت یمن در حالی است که جمال بن عمر نماینده سازمان ملل در مسائل یمن در دیدار با نمایندگان حوثی و مقامات دولتی تلاش کرده بود که با رسیدن به یک توافق به بحران موجود خاتمه دهد. این توافق شامل عقب نشینی نیروهای حوثی از منزل شخصی رئیس جمهوری، کاخ ریاست جمهوری و نهادهای کلیدی دولت یمن بود که در محاصره یا تصرف شورشیان شیعه حوثی است تا زمینه برای مذاکرات و واگذاری برخی امتیازات به این گروه مورد حمایت ایران فراهم شود. کابینه بهاه در نوامبر سال گذشته 2 ماه بعد از حمله حوثی‌ها به پایتخت تحت قرارداد صلحی میان حوثی‌ها و دولت زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد. در خبری دیگر، اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که در جریان نشست فوق‌العاده در ریاض صادر کردند، تأکید کردند رخدادهای صنعا را کودتا علیه مشروعیت و قانون می‌دانند. وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس همچنین اقدامات انصارالله را عملیات تروریستی دانسته و نتایج حاصل از آن را به مثابه نابود کردن روند سیاسی در جمهوری دوست و برادر یمن برشمرده و اعلام کردند راهکار سیاسی در این کشور متکی به راه حل ابتکاری این شوراست. وزیران خارجه این شورا همچنین اعلام کردند در صورتی فرستاده دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به یمن اعزام می شود که انصارالله از مقر ریاست جمهور و منزل رئیس جمهور و رئیس هیئت وزیران بیرون رفته و ایستهای بازرسی منتهی به این اماکن برچیده شده و مدیر دفتر ریاست جمهوری نیز آزاد شود. حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، طی 2 روز گذشته نگهبانان خانه منصور هادی را از محوطه دور کرده و نیروهای خود را جایگزین کرده بودند. منصور هادی روز 4 شنبه توافق کرده بود که در پیشنویس قانون اساسی تغییراتی اعمال شود و سهم بیشتری از قدرت به این گروه شیعه واگذار شود، اما حوثی‌ها انتظارات بیشتری در واگذاری امتیازها داشتند، از جمله خواستار اعطای پست وزارت دفاع و مراکز استانها، همچنین انتصاب افراد حوثی در دفتر ریاست جمهوری بودند که منصور هادی زیر بار نرفته است. بر اساس قوانین یمن، در صورتی که رئیس جمهوری استعفا دهد، باید یحیی الرائی رئیس پارلمان این کشور مسئولیت‌های وی را بر عهده بگیرد، و یکی از متحدین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن است که خود متهم به دست داشتن در سقوط دولت منصور هادی است. همکنون پایتخت، چند منطقه کشور و نهادهای دولتی در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. پیاده روی محمد جواد ظریف با جان کری در ژنو و سفر او به پاریس پس از حمله های تروریستی در این شهر همچنان با انتقاد محافظه‌کاران روبروست. در این خصوص محمد رضا نقدی گفته ظریف باید عذرخواهی کند و صادق لاریجانی نیز خواستار تجدید نظر وزارت امور خارجه ایران در نحوه تعامل با دولت های غربی شده است. انتقادها از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی به علت پیاده روی وی به همراه همتای آمریکاییش جان کری در خیابان‌های ژنو در روز 14 ژانویه و نیز سفر وی به پاریس در روز 16 ژانویه ادامه دارد.
در این خصوص محمد رضا نقدی فرمانده بسیج با بیان اینکه ظریف الفبای دیپلماسی را بلد نیست گفت وی باید به خاطر سفر به پاریس و قدم زدن با جان کری در خیابان‌های ژنو به طور رسمی از مردم ایران عذرخواهی کند. فرمانده بسیج در پاسخ به این پرسش که نظرش درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به پاریس پس از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام چیست گفت بنده تا حالا سعی کرده ام در خصوص وزارت امور خارجه اظهار نظر نکنم تا موضع ایشان در مذاکرات را تضعیف نکرده باشم، ولی بعضی اشتباهات دیگر قابل تحمل نیست و به صراحت میگویم که آقای ظریف از چشم و نظرم افتاد. او خواستار عذرخواهی رسمی ظریف از مردم ایران شد. آقای نقدی سفر ظریف به پاریس را کاری خیلی زشت و غیر قابل بخشش دانسته و اضافه کرده در این زمینه هیچ توضیح و توجیهی پذیرفته نیست. نقدی گفت قدم زدن در خیابان‌های بروکسل زیر پا گذاشتن خون شهدا بود. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضایی صادق آملی لاریجانی هم در جلسه مسئولان قضایی خواستار تغییر رویه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شیوه همکاری خود با کشورهای غربی شد. آملی لاریجانی ضمن تمجید از حزب الله لبنان و سپاه پاسداران که به گفته وی با گروه‌های تکفیری تروریستی داعش در نبردند گفت که اسرائیل و غرب از این گروه‌ها حمایت می‌کنند. وی همچنین توهین‌های مکرر رسانه‌های غربی به مقدسات مسلمانان را محکوم کرد که اشاره وی به بازچاپ کاریکاتورهای پیامبر نشریه طنز شارلی ابدو در نشریات غرب است. رئیس قوه قضاییه از مسئولان وزارت امور خارجه خواست که در برابر توهین به مقدسات مسلمانان سکوت نکنند. توصیه برادرانه ما به دولت مردان عزیز کشورمان و مسئولان وزارت خارجه این است که تعامل، رفتار و گفتار خود در مقابل این گونه افراد و جریان‌ها را متناسب با نحوه رفتار و گفتار آنان تنظیم کنند و پاسخ روشن و قاطعی به توهین کنندگان و حامیان آنها بدهند تا همگان بدانند که هیچ کسی و به هیچ بهانه‌ای حق توهین به مقدسات مسلمانان را ندارد. در واکنش محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکید کرد که توهین به ارزش‌ها را نمود بارز افراط‌گرایی می‌داند. او گفت هیچ فرد معتدل و معتقد به آزادی اندیشه و بیان از این مفاهیم برای توهین به مقدسات دیگران سوء استفاده نمی‌کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت اهانت به پیامبر اسلام را محکوم کرد و گفت اگر بتوان به نام آزادی نفرت پراکنی کرد نمیتوان جلوی خشونت به نام ایمان را گرفت. وی وظیفه مسلمانان را اعتراض همگانی و مسالمت آمیز دانست و گفت همگان بدانند مسلمانان نه هویت خود را نادیده میگیرند و نه اجازه سوء استفاده از عواطف خود را به دیگران میدهند. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه بازنده بزرگ تعارض‌های امروز تمدن انسانی است گفت اگر مخالفت با یک اقلیت جرم تلقی شود ولی با توهین به مقدسات اقلیت دیگر مدارا شود نمیتوان از آنان انتظار تحمل داشت. انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام در جدیدترین شماره نشریه فرانسوی شارلی ابدو سبب اعتراض گسترده مسلمانان در کشورهای مختلف شده است. در چند روز گذشته نیز برخی از محافظه‌کاران همچون حسین شریعت مداری، ناصر مکارم شیرازی و نبویان به شدت از اقدام ظریف انتقاد کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 پس از حمله به نشریه شارلی ابدو به فرانسه سفر کرد. حزب الله لبنان یک شنبه گذشته اعلام کرد 5 عضو این گروه در حمله راکتی اسرائیل به بلندی‌های جولان کشته شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از تلویزیون المنار وابسته به حزب الله گزارش داده جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه از فرماندهان پیشین این گروه نیز در میان کشته شدگان است. گروه حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرده است که در حمله اسرائیل به نیروهای این گروه در منطقه القنیطره 6 عضو حزب الله کشته شدند. گزارش ها حاکی است که جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه و محمد عیسی از فرماندهان حزب الله در این حمله کشته شدند.
به گزارش رویترز این حمله توسط هلیکوپترهای اسرائیل صورت گرفته است. این در حالی است که ارتش اسرائیل در این خصوص از ابراز نظر خودداری کرده است. یک منبع مطلع لبنانی به رویترز گفته است که کاروان حامل جهاد مغنیه در منطقه القنیتره و در نزدیکی بلندی‌های جولان توسط هلیکوپترهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته است. عماد مغنیه پدر جهاد که فرمانده واحد اطلاعات و طرح‌های ویژه حزب الله بود و طرح به قطر رساندن دولت مرد بزرگ لبنانی رفیق حریری را به دستور رژیم بشار اسد و موافقت جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت، دو روز پس از آنکه بازرس ویژه دادگاه مخصوص رسیدگی به قتل حریری در لاهه نامش را به عنوان یکی از مسئولان جنایت بزرگ قتل حریری و شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای لبنان فاش کرد، به شکل مرموزی پس از نشستن در اتومبیل خود در پارکینگ دفترش در بلوار مزه دمشق با انفجار مهیب به قتل رسید. دمشق و تهران مثل همیشه اسرائیل را متهم کردند. شبکه المیادین نزدیک به سوریه و ایران به نقل از حزب الله لبنان اسامی کشته شدگان در حمله دیروز را اعلام کرده است. طبق این گزارش محمد علی حسن ابوالحسن از فرماندهان نظامی بلندپایه حزب الله، عباس ابراهیم حجازی از گروه عملیات حزب، جهاد عماد مغنیه از مسئولان اطلاعات حزب، محمد عیسی ابو عیسی، غازی علی زاوی و علی حسن ابراهیم از فرماندهان حزب الله در حمله عصر روز یکشنبه اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از برخی از منابع خبری گزارش داده است که فرماندهان نظامی ایرانی نیز در این حمله کشته شدند. از جمله این فرماندهان باید به فرمانده سابق سپاه یزد اشاره کرد. شش تن دیگر نیز از فرماندهان سپاه قدس به گفته منابع لبنانی جزء کشته شدگان هستند. این در حالی است که تاکنون این خبر از سوی مقام‌های ایران تایید نشده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است که سردار محمد علی الله دادی، فرمانده سابق تیپ الغدیر یزد، بر اثر حمله موشکی ارتش اسرائیل به خودرویی که از لبنان به طرف سوریه عازم بود، کشته شده است. در همین حال، دیلی استار، روزنامه انگلیسی زبان بیروت، در ساعت 9:30 شامگاه یکشنبه 28 دی نوشته بود شمار کشته‌های حزب الله به 9 نفر افزایش یافت. جهاد مغنیه با وجود سن کم در اکتبر گذشته به عنوان یکی از فرماندهان عملیات حزب الله در سوریه منصوب شد. پیشتر عکس جهاد مغنیه را در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، منتشر شده بود. نیروهای حزب الله حدود 3 سال است که برای دفاع از بقای حکومت بشار اسد در سوریه می‌جنگند. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته بود کشورش در جنگ‌های داخلی سوریه دخالتی ندارد، اما هر زمان که خطوط قرمز اسرائیل رعایت نشود مورد حمله قرار می‌گیرد. اسرائیل در 4 سال جنگ داخلی سوریه چند بار به این کشور حمله هوایی کرده است. در هر یک از این حملات اسرائیل گفته است کاروان محموله‌های نظامی که در راه انتقال از سوریه برای حزب الله بوده هدف قرار گرفته است. اسرائیل عمدتاً مدعی بوده است که این محموله‌ها موشک‌های پیشرفته ارسالی از سوی ایران برای حزب الله بوده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که اسرائیل از یک سال پس از جنگ خود با حزب الله، محمد شوربه، فرمانده عملیات برون مرزی حزب الله و رئیس گارد محافظان حسن نصرالله، از 8 سال پیش به خدمت موساد اسرائیل درآمده بود. محمد شوربه شمار زیادی از عملیات برونمرزی حزب الله علیه هدف‌های اسرائیلی و یهودی در چند نقطه جهان از جمله در خاور دور را پیش از عملی شدن به اطلاع اسرائیل رسانده بود و مانع از ضربه زدن به دیپلمات‌ها و هدف‌های یهودی شد. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، در مصاحبه‌ای که پنجشنبه 25 دی از شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین پخش شد، تأیید کرد که اسرائیل توانسته بود به این سازمان شیعی دشمن اسرائیل رخنه امنیتی کند. در اظهار نظرهای جداگانه ای، حمید روحانی، مسئول بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، علی مطهری را نوچه هاشمی خوانده، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم گفته علی خامنه ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته ایست، و محمود نببیان از دیگر نمایندگان مجلس هم گفته ایران کدخدای منطقه است
و محمد خاتمی خائن و باقی است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته علی خامنه ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته‌ای است و رهبر جمهوری اسلامی گفته دولت‌های قبل اجازه چنین مذاکراتی را نداشتند. کریمی قدوسی افسوده رهبر جمهوری اسلامی این مطلب را در دیدار با سفرا بیان کرده و گفته علت موافقت با انجام این مذاکرات اصرار مقام‌های دولت 11 بوده است. کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود از علی مطهری و برخی دیگر به خاطر تایید بر رفع حصر انتقاد کرده و گفته دل آنها برای موسوی و کروبی نمی سوزد. وی افزوده این افراد از حصر پیراهن عثمان ساختند تا تیرهای خود را به سمت خیمه رهبر جمهوری اسلامی پرتاب کنند. حمید روحانی مسئول بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی نیز گفته علی مطهری نوچه اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی با انتقاد شدید از اظهارات علی مطهری درباره حصر گفته است مطهری از اینکه پدرش یعنی مرتضی مطهری رهبر نشده ناراحت است. در همین راستا حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده سپاه پاسداران هم گفته برخی خوبان جمهوری اسلامی در سال 1388 به جبهه دشمن پیوستند. مقدم فر نامی از این خوبان نبرده است، اما به نظر می رسد اشاره وی میر حسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی باشد. حامیان علی خامنه ای بیش از 4 سال است که از این افراد با عنوان سران فتنه نام می‌برند و حملات و انتقادهای خود به این افراد را متوقف نکرده‌اند. گروهی از محافظه‌کاران تندرو در این حال خواستار برخورد با محمد خاتمی و حصر وی همانند موسوی و کروبی هستند. این دست از محافظه‌کاران به تلاش‌های پیدا و پنهان دولت حسن روحانی در رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز اعتراض و آن را محکوم کردند. مقدم فرهم بی آنکه نامی از حسن روحانی ببرد گفته برخی مسئولان باید مراقب حرف زدن خود باشند تا زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم نکنند. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز با دفاع از عملکرد شورای نگهبان گفته احمد جنتی در این شورا افراد ناباب را رد صلاحیت و افراد باب را تایید می کند. قرار است سال آینده 2 انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان برگزار شود و محافظه‌کاران بیم آن را دارند که اصلاح طلبان بتوانند کرسی‌هایی را در این 2 مجلس به دست آورند. محمود نبویان نماینده مجلس نیز در این خصوص گفته ایران کدخدای منطقه است. محمد خاتمی خائن و باقی است. در حصر چلو کباب می‌دهند و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان دنبال رهبرسازی هستند. نبویان این مطالب را در مراسم قدردانی از مجتبی نواب صفوی رهبر فداییان اسلام که به خاطر دست داشتن در چندین ترور در زمان پهلوی اعلام شد بیان کرده است. وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی به کدخدای منطقه تبدیل شده از قاسم سلیمانی و سپاه به عنوان عاملان شکست آمریکا در یمن، عراق، سوریه و لبنان نام برده است. نبویان در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به محمد خاتمی گفته وی می‌داند که در انتخابات سال 88 تقلب نشده اما حاضر نیست این مطلب را اعلام کند. این نماینده عضو جبهه پایداری افسوده خاتمی با این کار خود به نظام خیانت کرده و به یک باغی تبدیل شده است. این روحانی مدعی شده که اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات دنبال رهبرسازی هستند. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از وجود یک فهرست 50 نفره از فتنه‌گران خبر داده که علی خامنه ای مانع برخورد با 4 نفر از افراد در این فهرست شده است. به نظر می رسد این 4 نفر محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی باشند که حامیان خامنه ای از آنها با عنوان سران فتنه نام می برند. سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر، بدرود.